Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihi lezine istifa ve ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. امروز حلقه 11 درس ماست تحت عنوان حقیقت نفاق و یکی دیگر از خصلت‌های منافقین می‌پردازیم. قرآن در باریشان می‌فرماید و این یقولو تسمع لقوله المنافقون آیه 4 و اگر سخن بگویند با گفتارش آن گوش میده، یعنی سخنش جالب است، توجهی تو را جلب میکن. منافق در اثنای سخنرانیش نیز مانند جهات دیگر زندگیش توجهی بیشتر به شکل ظاهری خود دارد. به شکل ظاهری سخنانش بیشتر توجه میکنه. ریاکار است، هم در سیمایش، هم در لباسش، هم در صحبت ها و سخنرانیش. سعی میکنه تا کلمات و جملات را برای بیان مطالب خود بکار بگیره و در جریان صحبت هایش هم به ترتیبی او را تنظیم کنه که توجه مخاطب را جلب کنه. برای او منافقی مهم نیست که چی میگوید، این مهم است که گفتنی هایش چگونه است. مطلب مهم نیست، ظاهرش مهم است، الفاظی که بکار میگوید. از فوای کلام و شوی گفتارش به وضوع معلوم میشه که تا چه پیمانه پابنده ایست که ظاهر سخنرانی و صحبتش آراسته، جالب و قابل توجه باشه. هرچند به محتوا باشه، هرچند به یک موضوع منحط پرداخته، هیچ فایده هم بر صحبتش، بر سخنش مرتب نمیشه. با دید سطحی سخنان مرتب و منظم منافق جلب توجه میکن، اما با کمی دقت واضح میشه که از اخلاص و صداقت مایه نگرفت، انگیزه های ایمانی ندارد، با احساس پاک قلبی توأم نیست، شور و شوق ایمانی در این سخنها سراغ نمیشه. گرچه به سخنان شکل و ظاهر فریبنده و جالب بخشیده است، اما با دقت در گفتارش میابید که از تحرک ایمان و از کشش و جذابیت ایمان کاملا محروم و بی‌بهره است. راب دل باز نمی کنه. سخنی که از قلب بر نخواسته دلم را باز نمی کنه. تأثیر نمیگذارد بر دل و دماغ انسان. با وجودی که سخنان تکلفی منافق ظاهر جذاب با خود گرفته و شنونده را در قدم اول تا حدی تحت تأثیر خود قرار میدهد، ولی اگر از راهگذر مضمون و محتوا بررسی شود، منحط، بی مفهوم و بی معنا ضابطر میدهد. سخنان او تنها بر پرده گوش اثر می‌گذارد، اما با مشاعر و عواطف انسانی هرگز سر و کار نداشتند، توانی را نداره که تا صمیم قلب نفوذ کند. گذشته از این، منافق در موضع‌گیری‌هایی که در اثنای سخنرانیش اختیار می‌کند متکی بر عوامل و محرکات بیرونی است. او اگر از شجاعت و رادمردی سخنی به میان می آورد، به خاطر آن است که مایه جرأت و دلیری و شهامت در ضمیر اوست و
اونم به این منظور که دلاوری و جرأت و شهامت و همت از دیدگاه او صفت شایسته و پسندیده است. بلکه سر به دلیل که میبیند تبارز به جرأت و دلیری بازارش کرده است. خریدار دارد. مردم میپسنده. رضایت مردم را به ترتیب به دست میارد. اگر از دعوت و کینه با کفر و بیدینی تذکری به عمل می آورد، مایه و انگیزی اصلی نظر کینه در واقع تنفر و انزجار قلبی و با کفر و بیدینی نیست، بلکه تقاضای محیط و مقتضای شرایط و زمان چنین کاری را برو تعمیل کرد. ببینه که چار اطرافش افراد مؤمن است. مؤمنانی که از جبه کفر نفرت دارد، علی اونا جبی جنگ را باز کرد. یه هم باید توجه اینا را جلب کنه، عرفایی را داشته باشه که توجه این افراد را که در ماحولش قرار گرفته را جلب کنه. شرایط و زمان چون این چیز را برو تحمیل کرد. اگر منافق با جرأت و دلیری تبارز می نماید، اگر فداکاری و قربانی را عنوان می کند، و اگر از سخاوت و مروت نام می برد و اگر از عاطفه ترحم و عفو و گذشت یادآور می شود، در تمامی این حرفا انگیزه های مادی و اغراض دنیوی متمی نظرش است. و با توجه به مطامی پست مادی این حرفا را ایمان می کنه. معرکات درونی ندارم. از ایمان مایه نگرفته. ایمانش یه حرفا را به زبان او جاری نکردن. اگر جلب توجه سایر افراد در میان نباشد، اگر فشار زینتا مطرح نباشد و اگر مطامی و اغراض مادی در میان نباشد، هرگز نه از جرأت نامی خواهد برد و نه سخاوت و مروت را عنوان خواهد کرد و نه عاطفه و ترحم را خواهد ستود، زیرا آنها تنها زبانشان شیرین است. زبانشان را شیرین ساخت، در حالی که دلایشان از کینه و نفرت زهرآلود است. اینا مواره جرأت و شهامت را محکوم می کنند. اینا خودکشی می خوانند. کسانی که شهامت دارند، با جرأت و جسارت در برابر دشمن محکم می ایستند و به جای خطر می رند، از نظر اونا صفی است. یعنی که صفت ها از دیدگاه او صفت های شایسته نیست، اشتباه است، ناشی از صفات و جهالت است. ولی اونا مجبور شدن زبانشان را شیرین بسازن، جالب و قابل توجه. به مترتیبی که پیامبر علیه السلام می فرماید، السنتهم احلا من العسل و قلوبهم امر من الصبر. دلهایشان، زبانهایشان شیرین تر از عسل، اما دلهایشان تلخ تر از صبر. مادی است که از یک نبات تراوش میکنه، بسیار زیاد تلخ. این هم یکی از خصلت های منافقین است. متوجه باشین که به زبانش فریب نخوره، با محتوای حرفایش هم کمی دقت کنه. در ورای ظاهر آراستی حرفایش نیات بد مزمر است، اراده بد. اتکا به غیر یکی دیگر از خصلت های منافقین است. چنانچه قرآن می فرماید که انهم خشب مسنده، گویا آنها چوب های هن که بر دیوار تکیه داده شده. یعنی شبیه به چوبی است که مرده بی جان، بر دیواری او را تکیه کرده. اگر دیوار دور شد میفته، خودش توان و شهامت استاد شدن در یک موضعی ثابت نداره. در موضعی گیرای خودم متکی به غیر است. تا این متکا هست هم در یک موضعی قرار میگیره، اما زمانی که اتکاش فرو ریخت خودشم
فرو میریزن. منافق در تمامی مواقفی که در اجتماع مسلمانان اتخاذ میکنند به هر کاری که متوسل میشود و هر سخنی که به زبان میآورد انگیزی او نه ایمان است و نه مشاعر و احساسات درونی او. باورهایش نیست، احساساتش نیست، موزیگیرها و حرفهایش از این نشات نکرد، نه از باور و اعتقادش نشات کردن و نه از ایمانش. هیچ حرکت و محرک و انگیزی اعتقادی نداره، یا هوا و هوس و تمایلات و اغراض مادی او را به حرکت و قیام وامی دارد و یا فشار ذهنیت او را به کار و حرکت مجبور می کند. یک باد لازم است او را به پیش ببرد، چون خس و خاشاک روی موج، خودش حرکت نداره، چیز دیگری او را جلو می برد. نه احساسات و مشاعر و نه احساس مسئولیت ها و وجایب ایمانی محرک و انگیزی اوست. جهت او را عوامل بیرونی تعیین می کند، اوضاع و شرایط او را به رنگ خود در می آورد. چون کشتی بادی است که با حرکت باد در سمت حرکت آن جلو می رود و با توقف باد از حرکت باز می ایستد. تا زمانی که فشار بیرونی موجود است او نیز جبران و اکراهان تحرک و جنب و جوش از خود نشان میدهد، ولی به مجرد که فشار عوامل بیرونی از میان میرود دیگر به سکوت و خاموشی مرگبار میگیرد و توقف و رکود اختیار میکند. چون شعله خس و خاشاک است که از برکت گوگرد کبریت محققتا شور و غوغا برپا میکند، شعله‌هایش هم بلند میشه، با یک صدا هم توأم، ولی به زودی به خاموشی گرایده و چون خاکستر در هوا پراگنده میشه که دیگر هیچ گونه موجودیتی نداره. گویا او چوبی است که دیوار او را از فرو افتادن باز داشت و با اتکا به آن استوار مانده، ولی اگر استناد و متکایش برداشته شود فرو میفته. دیگر چیزی در ساختار شخصیتش وجود ندارد که از فرو افتیدن بازش دارد. به ذات خود نه نیرو و توانی آن را دارد که بدون اتکا به عوامل و محرکات خارجی قائم و استوار بماند و نه جذبه و احساس آن را دارد که مایه تحرک و موجب قوامی و شور و شوق و نشاطش. منافق در قطار مسلمانان و توأم با آنها مسلمان است، یک جا با آنها مسلمان است. آنگاه که عناصر مؤمن اطرافش را گرفته فشار زینتا تشویق و ترغیب آنها او را با خود به پیش میبرد، ولی در خلوت و تنهایی و دور از فشار آنها موجود راکت کسل بی احساس و بی جنب و جوش است. با مؤمنان مؤمن است، با کافران کافر. وقتی در کنار مؤمنان قرار میگیرد با اونا میگوید با تأکید با قسم حتما و بدون هیچ شک و تردیدی با شماست، از شما دفاع میکنیم، همراه شما هستیم، همکار شما هستیم، همسنگرتان هستیم. اما وقتی در خلوت میرن از شیاطینشان جبی کفر پناه میبرند، در اونجا باز کافرند. با همه تاکید، با تاکید بیشتر از اینکه در برابر مسلمان ها میگوین از شما هم. ما مؤمنان را استهزا میکنیم، به تمسخر گرفتیم، از حقیقت ما غافلند، در حالی که رفقای شما هستیم، ولی اونا هم بر ما باور میکنن. چی سفی هستند، چی جاهل هستند، ما را پذیرفتن و مورد اعتمادشان هستیم. نه احساس مسئولیت می کند و نه با توجه به تقاضاهای ایمان با کار می پردازد، نه برنامه‌ای دارد که از ایمان و عقیده برخواسته باشد و نه تصمیم و اراده‌ای که تعهد و هدفمندی باعثش باشد. در تمامی امور از دیگران رنج می گیرد و بر نیروی بیرونی تکیه می کند. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیری سه بخش اولی آیه می فرماید:
که در دو عنوان گذشته روش بحث کرد. می فرماید که سردمدار منافقین مدینه عبدالله ابن عبی آدمی چرب زبان تنومند و دارای قد و قامت بلند و بالایی بود و سایر همراهان منافق او نیز که از جمله رؤسا و ثروتمندان مدینه بودند همین اوصاف را داشتند. از این معلوم میشه که اماره در مبارزات در نهضت‌های دینی و فکری اگر کسی هم از ثروتمندان بیاید به استثنای دی بسیار مخلص و صادق و مؤمن، اکثریتشان از جمله کسانی میباشند که شرایط و اوضاع اونا رو وادار کردن که تا در کنار نهضت باشند. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید که چون به مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر می شدند با تکبر و غرور به دیوارها تکیه نموده می نشستند و به طور مسلسل و متواتر سخن می گفتند. با مشاهده قیافه و سر و صورت آنها احد گمان نمی کرد که این معززین از رهگذر کردار و اطوار تا حد نفاق رومایه و زلیلن. پیامبر علیه السلام می فرماید که هر پیامبری را جوانان قومش حمایت کرد و شیوخ و بزرگا با اونا با مخالفت پرداخت. مرا هم جوانا حمایت کرد و شیوخ و کبرا ثروتمندان در مقابل نستانه. پیامبر علیه السلام بین ترتیب جوانان قوم را حمایت کرد و این طبیعت هر نوزت فکری و دینی است. اماره جوانان در کنار پیامبران قرار گرفت. در کنار هر دایی حق جوانان استادن و کسانی که وضعیت حاکم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به اونا وجاهت بخشیده بود، بزرگی اونا را تامین کرد، اینا با مخالفت پرداخت، جبهه دشمنی را باز کرد. چون نهضت وضعیت تغییر میده و تغییر به ضرر اوناست، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی. طبیعی است که باید به مخالفتش بپردازند. عنوان دیگری ماست ترس از همه چیز. قرآن می فرماید یحسبون کل صیحت علیهم المنافقون آیه 4. هر صدای بلند را علی خود می پندارند. یحسبون کل صیحت علیهم، هر صدای بلند را علی خود میپندارم. کمال ترس و خوف بیمی اینا را به نمایش میگذارم. منافق از لحاظ فهم و شعور و از رهگذر روح و احساس و از نهی جذبات ایمانی چون چوبی است که بر دیواری تکیه نمونه و اما در اسمای ترس و خوف چون استوانی سبک میانتهی و لرزانی است که در مسیر جریان باد قرار گرفته و از هر حرکت بر خود میلرزد. منافق خود را میشناسد که از مرض نفاق قلبش آلوده است. او از تصامیم، اهداف و اغراض ناپاک که خیش کاملا واقف است. میداند که پرده رقیق تظاهر و ریاکاری و سپر پوشالی سوگندهای دروغین نمیتواند برای همیش ماهیتش را از نظر مردم پنهان کند. از این سبب هماره با بیم و ترس بسر میبرد. در هر دو جبه، در جبه ایمان هم با ترس بسر میبرد. ما بعد روزی پردیش بدارد و حقیقت و ماهیتش برملاش، رابط مخفیانیش با جبه دشمن به همه حبیده شد. به خاطر همیشه در ترس بیم است. و در جبهه
کفرم بین ترتیب بیم داره و خوف که روابطش با مسلمان هم افشا نشه و به این پی نبرن که به طور صادقانه با هیچ طرف نیست. از این سبب او اماره با بیم و ترس به سر میبرد که مبادا پردیش بدرد و کارش به رسوایی و ابتضاع بکشد. تعبیر قرآن وضعی دستی فرومایه را چنان ترسیم نموده که گویا هماره با ترس و وحشت به این سو و آن سوی خود می نگرد و از هر حرکت و هر صدایی بر خود می لرزد. گویا هر فریادی آنها را می طلبد تا ماهیتشان را بازگو کنند، در برابرشان بگذارد و اسرارشان را افشا کنند. هر انگامی را چنان می انگارد که شاید حادثی در حال وقوع است که تیان ماهیت منافقانیش برملا خواهد شد. عدم ترس جز از خدا یکی از خصلت‌های ایمان است، یکی از مواصفات مؤمن که جز خدا از هیچ کسی نمی ترسد، نه بر رزق و روزی خود، نه بر عزت خود، نه بر زندگی و مرگش. معتقد است که فیصله مرگ و زندگیش هم از سوی خدا صادر می‌کند و فیصله عزت و ذلت را هم خدا صادر می‌کند. رزق و روزیش هم به دست خداست. به هیچ چیزی هم جز خدا از کسی دیگری نمی‌ترسد. اما منافق یک موجود جبون و ترسوست. کسی که زیاد می‌ترسد باید تشویش داشته باشه که شاید نقصی در ایمانش است. ترس و بیم از معصوم الله با ایمان نمیسن. قرآن با صراحت و تیایات متعددش امیره میفرمه اتخشونه فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. آیا از دشمن و لشکرش تعدادش میترسیم؟ خدا سزاواری است که از او بترسید اگر مؤمنید، ان کنتم مؤمنین. یعنی که تقاضای ایمان ایست که انسان جز خدا از هیچ کسی نترسه و اگر احیانا احساس کردین که ترس و استراب و پریشانی دلتان فرا گرفتن باید تجدید نظر کنیم، باید احساس کنیم که شاید نقصی در ایمانتان رخ نکرد. خدا را اماره بر خود کافی بشماره، جز خدا از کسی دیگری نترسه و این یکی از صفات منافقین است که سخت ترسو و جبون است و پیمانی که هر صدای بلند را علی خود تلقی می کند. اساسا در مورد حوادث و واقعاتی که در دنیا رخ می دهد به طور عموم دو نوع تفسیر و توأم با آن دو نوع برخورد با این حوادث وجود دارد. یکی تفسیر و برخورد است که در پرتو ایمان و از دیدگاه جانبینی الهی صورت میگیرد. زمانی که انسان از این زاویه به حوادث مینگرد، در ورای آن دستهای نامرئی ذات مدبر و حکیمی را احساس میکند که از کوچکترین حادثه زمین تا بزرگترین تحولاتی که در کائنات به ظهور میپیوندد به اذن و اجازه آن پروردگار مقتدر و با عظمت بوده و حکمت و مسئلیت در آن مزمر است. وقتی ما به قضایای جهان می نگریم از دیدگاه ایمان، به این نتیجه می رسیم که همه حوادث به اراده خدا رخ می دهد. تصادف در میان نیست، هیچ حادثی تصادفی رخ نمی دهد. برگ درخت هم خود به خود تصادفاً از درخت پایین نمیفته. این اعتقاد باعث میشه که انسان از حوادث نه تنها بیم و ترسی نداشته باشه بلکه تمی داشته باشه، خیر خود در حوادث جستجو کنه. با هر حادثی که روبرو شد معتقد باشه که انشاءالله حتما در این خیر برای او مزمر است. من درک نمیکنم ولی خدای ما حکیم است، حتما در این خیر مزمر است برای ما، برای اهدافم، برای ارمانهایم،
حتما خیر مزمر است. این باعث میشه که او نترسه و مایوس نشه. با آینده هم امیدوار باشه. هیچ حادثه بنابر تصادف بدون قاعده منظم و ثابت و بغیر از مصلحت و حکمت صورت نمیگیره. کار مؤمن به جای میرسد که باور کنه الخیر فی ما وقع. هرچی واقع شد خیر در نیست. از افتیدن برگی از شاخه درخت تا بیجا شدن کوها، از جنبیدن خانه عنکبوت تا زلزله های هولناکی که شهرهای بزرگ را سرنگون می سازد، از مرگ مورچه ضعیف تا از میان رفتن ملت های نیرومند و متمدن، از خاموش شدن چراغی تا تاریک شدن بزرگترین منظومه های شمسی، همه طبق سنن منظم و ثابت الهی و به اذن و ارادی خدای یکتا جل شانه این مالک مطلق هستی و کائنات انجام میگیرد. ایست باور مؤمن درباره همه حوادث کائنات. انسان مؤمن به این جهانبینی و معتقد به این باور هرگز گمان نمی کند که در رابطه به زندگی و مرگ و در چگونگی عزت و ذلت وی، در شکست و پیروزیش و بالاخره در تمامی حالات و ابعاد زندگیش عامل از عوامل هستی و عنصر از عناصر کائنات به طور مستقل و بدون اذن و اراده مالک بلا شریک کائنات اثر بگذارد و در سرنوشت او پدیده از پدیده های هستی به اختیار خود نقش بازی نماید. صاحب ایمان و باور نه تنها مواره مطمئن خواهد بود، از هیچ نیرو و هیچ حادثه نخواهد دیرسید. خوف از ماسو الله به قلب او را باز نخواهد کرد و جز ترس و بیم از خدای مقتدر و توانا ترسی را نخواهد شناخت. و اگر گاهی شیطان او را طوری اخفال کند که تشویش و اضطراب او را فرا بگیرد، با ذکر نام خدا جل شانه و یادآوری از عظمت و اقتدار و حکمت پروردگار کائنات قلبش مطمئن می گردد و اضطراب و پریشانیش از میان می رود. حتی او نه تنها از حوادث نمی رسد، بلکه در پرتو این جانبینی و باور کاری و بجای می رسد که از هر حادثی امید خیر می برد. خیر و مصلحت در امان چیزیست که واقع شد. مؤمن به حوادث از این دیدگاه می نگرد. مسلمان که چنین کسی نگاه احساس عجز خواهد کرد و نه جز خدای متعال به سوی کسی دیگری دست نیازمندی دراز خواهد کرد، نه به پرستش معبود دیگری خواهد پرداخت و نه از کسی جز خدا خواهد ترسید. این مطلب را در روایتی از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به این صیغه می‌یابیم. ترجمه‌اش عرض می‌کنم. می‌گوید روزی عقب پیامبر علیه السلام بودم، یا برای سواری یا پیاده، که فرمودن پیامبر علیه السلام برای مخاطب قرار داد و فرمود ای جوان، تا زمان رحلت پیامبر علیه السلام عبدالله ابن عباس نوجوان بود، ای جوان چند کلمی برایت می آموزم. محافظ حقوق الهی باش تا خداوند تو را حفظ کنه از تمامی مکاری دنیا و آخرت، تو را حفظ کنه و محافظت باش. حقوق خداوندی را محافظت کن که در آن صورت نصرت، رحمت و تاییدش را روی خود روبروی خود خواهی یافت. همیشه شاهدش خواهی بود که رحمت خدام شامل حالت میشه و تایید و نصرتش هم. اگر با خدا بودی خدا را با خود میگم، تایید و نصرت شامل حالت.
هرگاه چیزی را طلبگار بودی میخواستی از کسی بخواهی نیازمند و محتاج بودی فقط از خدا بخواه و اگر خواهان استعانت از کسی دیگری بودی میخواستی دیگری تو را کمک کنه نیازمند و محتاج بودی فقط از خدا استمداد بجو و بدان که اگر تمامی مردم دنیا یک جا شوند تا به تو منفعت برسانند هرگز نفعی به تو نخواهند رساند مگر به ما اندازه که خدا برات مقدر کرد اگر همه مردم دنیا یک جا شوند دست به هم بدهند و بخواهند به تو منفعت برسانند فقط اما اندازه منفعت را میتونند به تو برسانند که خدا برات مقدر کرد نه کم نه زیاد و اگر تمامی مردم دنیا جمع شوند تا به تو ضرر برسانند ضرری نخواهند رسانید مگر به اندازه که خداوند علی تو مقدر کرد یعنی اگر همه مردم دنیا پیامبر علیه السلام و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ایره می فرمود که اگر تمامی مردم دنیا دست به هم بدهند و بخواهند به تو ضرر و زیان برسانند فقط اما اندازه ضرر و زیان می توانند برسانند که خدا از قبل بر تو مقدر کرد کلم ها برداشته شده و صحیفه ها خشکیده یعنی که قلم دیگه از صفحه مقدرات برداشته شده چیزی را اضافه نمی کنه کم نمی کنه و صحیفه هم که مقدرات او ثبت شده نوشته شده او دیگه خشک شده تر نمانده که تغییر بکنه ثابت است تغییر نمی کنه ایز جانبینی یک مؤمن در رابطه به حوادث و قضایا تم و امید ترس و بیم و اما در جهت مقابل این جانبینی جامع و علمی و دینی و الهی تعبیر دیگری برای حوادث و قضایا جهان قرار دارد که از عدم ایمان به خدا مایه میگیرد از آدمی باور به ای که هستی خالق و آفریدگار داره کسی ایره حفظ میکنه نگاه میداره پرورش میده و هر چیزی در این عالم از به اراده او تحقق میاد خلاف از باور کده قضاوتی این تعبیر و تفسیر درباره جهان و حوادث و حوادث جهان چنان است که گویا رخدادهای عالم بر مبنای تصادف و چانس و بدون آن که حکمت و مصلحت در آن متن نظر باشد صورت میگیرد حوادث همه تصادفی است در ورایش نه پروردگاری است نه مدبری نه ارادی که به همه حوادث جهت میبخشد خود به خود تصادفاً حوادث رخ میده حوادث همه تصادفی است یک باور است یک عقیده است یک مکتب و مذهب به اعتقاد دارد کمونیسم به می باور است حوادث همه تصادفی است کسی به خدا باور ندارد حوادث همه تصادفی میخواهد کسی که از زاویه سیاه و تاریک این جهان بینی به حوادث و واقعات جهان نظر می کند چنان می پندارد که حوادث عالم نتیجه تصادم و برخورد تصادفی پدیده های جهان بوده نه وقوع آنها تابع قاعده معین و خاصی است و نه نتایج آن از قبل تعیین شده و متکی بر ضوابط و مقررات مشخص است در این دیدگاه شرایط و اوضاع جهان به طور خود مختار و مستقل بر سرنوشت و سرانجام پدیده ها اثر گذاشته و چگونگی آن را تعیین می کند. کسی که از دیدگاه این جهانبینی به حوادث می نگرد در اثنای تلاقی با حوادث تصور می کند که شاید یک تصادف سرنوشت او را دیگرگون بسازد. یک تصادف، یک حادثه آنی ممکن است سرنوشت او را تغییر بده. پیروزیش به ناکامی تبدیل کند.
روز روشنش است شب تاریک بسازد. یک حادثه تصادفی و آنی. او باید همواره مشوش باشد. پریشان، مضطرب. از هر حادثه احساس خطر کند. هر جنبش او را بترسد. و از هر حرکت خطری برای موجودیت و سلامت خود تصور کند. تلقیش همی باشد. ممکن است یک حادثه آنی و تصادفی او را با خطر جبران‌ناپذیری مواجه بسازد. هر جنبش را خطر برای موجودیت و سلامت خود تلقی کند. هر فریاد را سائقی نابودی خود بشمارد. یحسبون کل صیحت علیه. از آنجایی که عناصر منافق نه بر ربوبیت و الوهیت و مالکیت کامل و مطلق الهی ایمان راسخ دارند و نه خداوند جل شانهو را مالک اعلی و سلطان یگانه کائنات میخوانند و باوری به این حقیقت ندارند که عالم و پدیده های هستی همه مملوک و محکوم ارادی پروردگار توانا و مقتدرند. آنچه در آسمان ها و زمینند همه تسلیم خدا هستند، در برابر ارادیش منقادند. این درسی است که قرآن بماند. همه چیزی کائنات وسیع و فراخ محکومن در برابر خدا مسلمانم. گردن انقیاد گذاشتم. هیچ چیزی در عالم سراغ نمیشه که از دایره قدرت خداوندی خارج بشه و محکوم سنن و ضوابط الهی و ارادیش نباشه. منافق به باور ندارم. از این رو مواقف منافقین در قبال حوادث بنابی است که قرآن با این الفاظ موجز و دقیق آن را تمثیل نموده و می فرماید یحسبون کل صیحت علیه. هر صدای بلندی را علی خود می پندن. آره هر کس خدا نترسد همه چیز او را می ترسد. واقعیت هم است. هر کس خدا بترسد همه چیز از او می ترسد. و هر که از خدا نترسه همه چیز او را میترسن. پیامبر علیه السلام میفرماید که من با روب و هیبت از سوی پروردگار خود تایید شدیم که تا یک ماه فاصله تاثیر میگذارم. یعنی اگر دشمن به اندازه یک ماه از ما دور است روب و هیبت بر دلش مسلط خواهد. خداوند به مؤمن هیبت می بخشد. به نوعی که دشمن از او بترسد. و اما کسی که به خدا باور نداره و از خدا نمی ترسه و باز از هر چیز می ترسه. عنوان دیگر درس ماست منافق دشمن اصلی است. خطرناکترین و بدترین دشمن است. قرآن می فرماید هم العدو امینا دشمنی واقعا قاتلهم الله انا یؤفکون خدا اینا را هلاک کنه چگونه فریفته میشه. قرآن منافق را دشمن اصلی خوانده، خطرناکترین دشمن. اگر کسی دشمن است منافق است. هم العدو فاحذرهم از ایشان حذر کنید. معتاد باشین در برخوردتان با منافقین. عادی نگیرید. دشمن اصلی است. سنگرهای شما را از داخل تخریب میکنه. با این جبهه باید محتاطانه برخورد کنید. فاحذرهم از ایشان حذر کنید. یعنی تدابیر امنیتی تان درباره طالبان در رابطه با منافقین اتخاذ کنه. معتاطانه برخورد کنه. یقیناً که بدترین دشمن منافقین هست. سخت‌ترین صدمه ها را به اسلام و نهضت اسلامی هم را منافقین زدن. نهضت اسلامی هم بدترین صدمات را از ناحیه همین جبهه نفاق دیدن.
اگر جهاد با مشکلات روبرو شده عامل عمدیش منافقین بود. میتونی بگویم اگر شوروی آمد و اگر ناتو آمد یکی از عوامل اصلیش منافقین بود. تکبیر! الله! امینا دعوت کردن. امینا تشجیع و تشویق کردن. درباره ملت ما هم معلومات غلط به اونا دادن. آمدیم هیچ کس با شما مقابله نمی کن. و روز در یکی از گزارش ها می خواندم که وزیر دفاع اسبق ایالات متحده امریکا رامسفیلد همشانی بود مسکی رامسفیلد بله. در کتاب خاطرات خود نوشته 200 میلیون دلار را به یک مرجع مذهبی علی تشیع در عراق داد تا عراق برش تسلیم کرد. تا فتوا داد که علی نیروهای امریکایی مقاومت نکنه. کلید نجف را هم به او سپرد. و برای تداویش هم را بردن به لندن. مرجع آیت الله عراق به 200 میلیون دلار فروخت و در اینجا ایدی به قیمت خیلی ارزانتر افغانستان فروخت. سندهای رسمی امضا کرد ارزانتر از این. کاش تنها یک پرچمی را می فروخت، یک کسی که دعوای جهاد هم کرد مجاهد نماها فروختن. هم العدو، یقینا که دشمن اصلی امینا هست، منافقین. این بخش آیه به ما می آموزد که منافقین دشمنان اصلی نهضت اسلامی هست. همینان که نهضت را از داخل تخریب می کنند و همواره باعث ایجاد مشکلات تباکن در صفوف نهضت می شود. خرابکاری در صفوف نهضت هم کار منافقین است. قرآن می فرماید ایجاد اختلافات در صفوف هم کار منافقین است. قرآن می فرماید معلومات را از داخل صفوف هم به دشمن امینا می سپارد. قرآن می فرماید دستورا و فرامین دشمن را در صفوف مسلمانان امینا پیاده می کن. یه هم ارشاد قرآن است. قرآن به صراحت همه این موارد را توضیح داد. فرمان بردارن برای دشمن اصلی. سماعون لهم. حرفای اونا را میشنهن. به هدایت اونا عمل میکنن. اگر در صفوف شما باشن میتازن به خاطر تخریب. قرآن بفرمان. یعنی که تخریبکاری در صفوف مؤمنان هم کار منافقین است. اگر اختلاف باعث میشن، اگر بدنظمی را باعث میشن، اگر مؤمنان را از هم جدا میکنن، دور میکنن، مخالفت ها را بینشان ایجاد میکنن، کاری منافقین است. حرفی را میگوید که دشمن اصلی از گفتنش عاجز است. کاری را میکنه که دشمن اصلی از کردنش ناتوان است. منافق در صفوف مؤمنان کاری را میکنه که دشمن اصلی هرگز توانش نداره. در هیچ شکی نیست که دشمن داخلی خطرناکتر از دشمن بیرونی است. منافق دشمن داخلی است. خطر دشمن مخفی و پنهان به مراتب بیش از دشمن واضح و علنی است. دشمنی که برای تو کمین گرفته و تو او را نمیبینی خطرناکتر است. منافق دشمنی است که کمین گرفته و از نظر تو پنهان است. به این خاطر او خطرناکتر است. در برابر دشمنان بیرونی و علنی میتوان تدابیر لازمی اتخاذ کرد و از خطر آنان خود را در امان داشت. اما از خطر دشمن داخلی با آسانی نمیتوان مسئول ماند. جلوش را گرفت و به مقابلش پرداخت.
مخصوصا افراد سادلو در صفوف نهضت با توجه به ظاهر منافق بر او اعتماد میکنه، تحت تاثیر حرفاش قرار میگیره، حرفایی که غرض‌آلود است. و به این ترتیب این افراد سادلو هم میرن کار میکنه علیه این نهضت که منافق میخواه و دشمن میخواه، به نفع دشمن است. قرآن میفرماید در حقیقت دشمن اصلی و اساسی نهضت اسلامی گروه منافق است. مواقفی که منافقین در صفوف مسلمانان اتخاذ می نمایند برای نهضت اسلامی چنان عواقب خطرناکی را باعث می شوند که هرگز به دست دشمنان بیرونی امکان پذیر نیست. در نتیجه فعالیت‌های خرابکارانی عناصر منافق است که نهضت اسلامی امکان مقابله با دشمنان خارجی را از دست می دهد. ونی روحایش متشتت و پراگنده گردیدند، به اختلافات حاد و خطرناک داخلی روبرو می شوند. چنانچه قبلا با آن اشاره شد، منافقین در اثناء انتخاب شیوه برخورد با دشمن، در اثناء اتخاذ تصمیم مقابله با دشمن، در جریان تهیه مقدمات برخورد با دشمن، در خلال درگیری ها با دشمن، در صورت پیروزی و بالاخره در حالت شکست موقتی و در سایر جریانات و اوقات مواقف اتخاذ می نمایند که خطرش به مراتب نسبت به خطر دشمنان بیرونی مهلک و زیان‌آورتر است. قرآن به عناصر مؤمن هوشیار باش می دهد که در معامله با منافقین نهایت محتاط بوده، از ناحیه آنان مطمئن نباشند، همواره آنان را تحت نظارت خود داشتند و در هر فرصت جلوی فعالیت‌های تخریبکارانیشان را بگیرند. باید به این باور باشیم که اگر لازم است انسان از دشمنی ترس و بیمی داشته باشد، باید بیش از این از منافق حذر کنه. تشویشش، حذرش از منافقین باید بیش از دشمن بیرونی باشد. باید از دشمنان داخلی بترسد و تلاشهایشان را خطرناکتر از هر دشمن دیگر بگیرد. فرد نهضت اسلامی باید متوجه باشد که عناصر منافق مانع حرکتشان در مسیر ایمان نشوند. بر مسلمانان لازم است تا از گروه منافق برحذر بوده نگذارند صفوف مسلمانان را از داخل تخریب کنند. قرآن در این رابطه در آیه دیگر می فرماید: مثل که الفاظ آیت نامده بله؟ آیه ایست که آیه سوره التوبه آیه 107: والذین اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وارصادا بين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. با آنان که مسجد را به کار گرفتن، خواستن مسجد را اعمار کنن برای ضرر و زیان رساندن به مؤمنان. والذین اتخذوا مسجدا درارا و کفرا و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. و آنان که مسجد را به کار گرفتن، ساختن برای زیان به مؤمنان، کفرن به نفع کفر و کافران و تفرقه میان مؤمنان از کسی حافظ. والذین اتخذوا مسجدا درارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. و کمینگاه سنگری برای کسانی که با خدا و پیامبرش قبلا جنگیدند، خاطر تفرقه میان مؤمنان، کمینگاهی برای دشمن،
به نفع کفر و جبهه کفر. و با همه اینا قسم یاد میکنن، سوگند میخورن که نیت بدی ندارن، قصد بدی از این کار خود ندارن، بلکه نیتشان نیک بوده. مسجد ساختن، عبادتگاه ساختن، اما سنگر دشمن، کمینگاه برای دشمن، مرصد کمینگاه رو میبن. مسجد در واقع مرصد است برای کافران، مسجد نیست، عبادتگاه نیست، بلکه کمینگاه است برای دشمن. با همه اینا ادام میکنن که قسم هم میخورن، ادام نه قسم میخورن که ما جز خیر و مصلحت مؤمنان و مسلمانان هدف دیگری نداشتیم و خداوند شهادت میدهد که اینا دروغگو هن. ما این مرصد را به چشم خود دیدیم در جریان مبارزه، دیدیم کسانی مسجد ساختن ولی خاطر تفرقه به نفع دشمن و کمینگاه برای دشمن. وقتش آمد در کنار دشمن علنی استادن، کمک کردن. دشمن سلاح را بر شانه اونا گذاشت، علی مجاهد نشانه رفت و سربازی دشمن شد. تحت قماندیش علی مجاهدین و ملت جنگی با همه تانوز ادامه کند که مجاهد است و هرچی با مجاهد تعلق میگیرد باید به اینا سپرده شد. اینا مستحق همه حقوق مجاهدین هم. امتیازاتی که باید با مجاهدین تعلق بگیرن به اینا باید سپرده شد، به اینا باید تفیز شد. یقینا که اینا تحت پوشش دین دشمنی با دین کردن که دشمنان دین، دشمنان اصلی دین از او عاجز بودن. با توجه به همه اینا یقینا که منافق دشمن اصلی است. مشاهده می کنید که قرآن سنگر منافقین را تا چه پیمانی خطرناک خوانده و باعث چه زیانهایی می شمارد. آنها سنگری به نام مسجد می سازند، سوگند می خورند که هدفشان نیک است، ولی در حقیقت این مسجد پناهگاه و مرصد سنگر دشمنان خدا و رسول خدا است. در خدمت دشمنان و نفع کفر و زیان مؤمنان و باعث تفرقه میان مسلمانان. در بخش اخیر آیه چهارم سوره المنافقون، اگر از یک سو دعای برای هلاکت آنان را در جلوی خود میابیم، قاتلهم الله، از سوی دیگر مشاهده میکنیم که حالت منافقین حیرت آور خوانده شد و این به ما میآموزد که برخورد با منافقین چگونه باشد. با توجه به این بخش آیه و با توجه به سنت پیامبر علیه السلام در مقابله با منافقین باید شیوه مقابله با دستی منافق چنان باشد که تا زمانی بر ظاهر آنان اکتفا نموده به عنوان مسلمان پذیرفته شوند که در ظاهر ادای ایمان می نمایند و به طور علنی به دشمنی نپرداختند، ولی توأم با آن ذهنیت عمومی مسلمانان باید چنان عیار گردند. توأم با این احتیاطی که درباره ایمان می کنند و به عنوان مسلمان اونا رو میپذیریم. طبعاً باید ذهنیت مسلمانان طوری عیار شود که
عناصر منافق و کردار و گفتار آنان از سوی فرد فرد جامعه به شدت محکوم شد. باید از لحاظ فکری و فرهنگی به مقابله آنان پرداخت و شرایط فکری و ذهنی مردم را به نحوی عیار کرد که عناصر منافق خود را در اجتماع مسلمانان مطرود و مردود بیابند و از هر دری و از هر سوی رانده شد. منافقین نباید خود را با وجود اعمال و افکار منافقانیشان محترم و معزز در جامعه مسلمانان احساس کنند. بر فرد فرد جامعه مسلمانان لازم است از تکریم و تعظیم منافقین جدا خودداری کنند. معتاد باشند. توقیر منافق منافی ایمان است. به ایمانتان صدمه میزند. از سیمایتان، از چهرهتان، از حرکاتتان، از الفاظتان باید احساس کنه که مؤمنان از خصلتای منافقین و عملکردهایشان متنفر و منزجرن. نه ای که توقیر شوند، نه ای که احساس کنن محترمن و معززن و مردم به اونا احترام دارن و با خشونت با آنان برخورد کنن. با خشونت و غلظ علیهم قرآن میره میفرم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أي پیامبر با كفار ومنافقين جهاد كن و با ایشان با خشم و خشونت برخورد كن با ایشان. واغلظ عليهم. تنها به این ترتیب است که از ضرر منافقین در داخل حزب خدا جلوگیری صورت میگیرد. اسلام از قتل منافقین بنابر زیانهایی که بر این کار مرتب می شود ممانعت می نماید. برای آن که در داخل صفوف مسلمانان سوی زنها و بی‌اعتمادی‌ها ایجاد نگردد و کسانی که تا هنوز به مسلمانان نپیوستند تصور نکنند که رقابت های سیاسی عامل این قتل هاست و حتی برای آن که دولت‌های بنا مسلمان با استناد به اینکه قتل عناصر منافق جائز می باشد رقبای سیاسی و مخالفین خود را به عنوان منافق به قتل نرساند. حکم قتل منافقین صادر نشد. پیامبر علیه السلام هم منافقین تا آخر زندگیش تا روز رحلتش در برابرش تحمل کرد و با اونا برخورد نداشته که ترور شوند به قتل برسند، بلکه از تحمل و حوصله کار گرفت. چنانچه عمر رضی الله عنه به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد قتل عبدالله ابن ابی را سردار منافقین سالار منافقین مدینه را عرض کرد، پیامبر اسلام در جواب فرمودند یا عمر، آیا او را به قتل برسانیم که دیگران بگوین محمد یارانش را به قتل میرسانند؟ به خاطر از اینکه امی ذهنیت ایجاد نشود در بین مردم که پیامبر علیه السلام حتی یاران خود را هم که در فالیوز در مسجد امراش نماز میخوانه ولی به دلیل رقابت های سیاسی او را کشته، به خاطر از اینکه این ذهنیت ایجاد نشود اسلام حکم سریع قتل منافقین صادر نکرد تا زمانی که او ظاهرش ظاهر مسلمان است. و می اکتفا می کنیم.